چرا با این همه دستگاه نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و میبینیم و چگونه میشه که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود 3 میلیارد دلار در کشور ایران در دولت قبل اتفاق بیفته؟ این همه دستگاه‌های نظارتی بودن دیگه، همه اینها کدام یکی نظارتش دقیق نبوده؟ یا قوانین نظارتی ما، مقررات نظارتی ما اشکال داره؟ یا افرادی که مسئولیت‌های نظارت را به عهده دارند دارای اشکال هستند؟ مگر یک نفر خودش به تنهایی میتونه 3 میلیارد دلار رو به جیب بزنه؟ به کجا وصل بوده؟ کیا به او کمک کردن؟ شریک ها کیا بودن؟ در چه رده هایی بودن؟ چگونه نفت در اختیار یک فرد قرار گرفته؟ چگونه اموال در اختیار یک فرد قرار گرفته؟ چگونه میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار غیر از نفت پول در اختیار او قرار گرفته؟ خب دستگاه قضایی رسیدگی کرده، به یک حکمی رسیده. من راجع به دستگاه قضایی یا حکم اون فرد بحثی ندارم، اون مربوط به دستگاه قضایی است، به هر حال قاضی مربوطه. دستگاه قضایی رسیدگی کرده، بررسی کرده، به یک حکمی رسیده. اما سؤال مردم همچنان باقی است. حالا یک فردی اعدام بشه، خب خیلی خوب اعدام شد، ثم ماذا؟ پول چی شد؟ پولی که در اختیار این آقا بود چی شد؟ کجا رفت؟ کیا مؤثر بودن؟ کیا نقش داشتن؟ من از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم این فرد به جای اینکه مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار بگیره، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیره تا اطلاعات این موضوع کاملا آشکار بشه، شفاف بشه، پرونده پخته بشه، بعد در اختیار دستگاه قضا قرار بگیره. حالا به هر دلیلی این نظر عملی نشد. خب انتظار مردم چیه؟ انتظار مردم اینه که ماجرا برای مردم روشن بشه.